درباره پایداری عشق از نامه افسوسیان 5:22-33 نیز براتون خوندیم که 12 آیه بود. این 12 آیه 3 آیش نسبت مسئولیت زن در برابر مرد و 9 آیه دیگه مسئولیت مرد بود، 3 برابر مسئولیتش بیشتر از زن رو داره. پولس رسول نسبت به یک رابطه عاشقانه صحبت میکنه بود. دوستی شعر زیبایی رو برای من فرستاد و تصور میکنم که خوبه که بتونم اینم برای شما عزیزان بخونم. اعلام میکنه: مردان است که در عشق صداقت دارد. مردان هوشیار باش. مردان است که در عشق صداقت دارد، در راه منزل لیلاش شهامت دارد. مرد آن است که در قهر و جدایی حتی از عزیزش همه جا قصد حمایت دارد. مرد آن است که وقتی دل او درگیر است، در نگفتن به هوس دست صراحت دارد. مرد آن است که وقتی گل او غمگین است، در برقص آوریش ساز درایت دارد. یعنی این درک رو داره که چگونه بتونه کمک او بکنه که حتی در غم و اندوه نیز شاد باشه. مردان است که حتی جسد بی جانش با رقیبان سر معشوق رقابت دارد. ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، چشم درویش بکن، عشق قداست دارد. حقیقتا آنچرا که خداوند این کانون زیبای رو برای انسان در ابتدا حکم کرد، آفرید، مقدس هستش. خانواده نیز کانون مقدسی هست که خدا مهیا کرد، اما میدانیم که شیطان در این هست که بتونه این کانون رو به هم بزنه، بتونه این شادی رو آسیب بهش بزنه و از اون جایگاه که خدا در نظر داشته دور کنه. اما درک این موضوع عشق، در عشق درک میخواهد. یک بار دیگه عرض میکنم، درک این موضوع عشق، در عشق درک میخواهد، نه شناخت عشق از دیدگاه علم و عرفان و فلسفه، بلکه آن را که عاشقش هستی خوب درک کنی تا توی زمان مشکلات و سختی‌ها چکار نکنی؟ ترکش نکنی. وقتی که ادراک ما نسبت به مخاطبمون زیاد میشه، درایت ما نیز زیاد میشه، اونجا هستش که اجازه نمیدیم که به راحتی جدایی ایجاد بشه. متاسفانه در گذشت اکثر موقعیت ها در جوامع این گونه بود که توی خانواده پدر سالاری حاکم بود و به نوعی مرد سالاری حاکم بود. خب این برمیگرده به موقعیت مردان در طول تاریخ، قدرت و تواناییشون که بیشتر از زنان بود و ثروتشون و شهرتشون و مقامشون که این شرایط رو برای مردان ایجاد کرد و نتوانستیم ما در یک محور درست نسبت به دیدگاهی که بین زن و مرد میتواند باشه برای آرامش و امنیت قرار بگیریم تا این عشق پایدار باشه. اما سوال میتونه این باشه: چگونه میتوانیم این درک عمیق رو غالب افکار و احساساتمون بکنیم و در این مسیر طوری قدم برداریم که مخاطبمون هر کسی میتونه باشه؟ اگر مخاطب ما دوستانمون هستن، همسایگانمون هستن، همکارانمون هستن، هم کلیسایی هامون هستن، همسرمون هستش، من بتونم با ادراک درست اون شخص رو بفهمم و مجال این رو ندم که در سوء تفاهم و کدورت ها جدایی ایجاد بشه. بابا طاهر میگه یکی درد و یکی درمان پسندد. نمیدونم، یکی میگه بابا ول کنین برادر رسول، سال هاست پدر و مادر من که اصلا قبل از این که همدیگر رو ببینن به عقد هم در اومدن، با هم ازدواج کردن، هیچ مشکلی هم نبود. مشکل بود، ولی مشکلات پنهان بود. ما خودمونم همینطوری، ما همسرمون بالاخره یه موقع جدایی، یه موقع قهر هستش، یه موقع اختلاف هستش. قهر آشتی زن و شوهران مانند باران بهاریه،
میاد قطع میشه، پس کار دیگه نمیخواد اینقدر تو جزئیات بریم. بابا طاهرم نظرش نمیگه، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آنچرا جانان پسندم. کانون خانواده رو خدا مغیر کرده، خدا انسان را آفریده، خدا زن و مرد را آفریده و خدا بهتر از هر کسی میدونه که یک رابطه درست بین زن و مرد و بین انسان‌ها چگونه میتواند باشد. اما چگونه میتوانیم این درک رو داشته باشیم؟ اگر قبول کردیم و قبول میکنیم ما نسبت به دیگران یونیک و متفاوت هستیم و پذیرفتیم که دیگران نسبت به ما یونیک و متفاوت هستند و به تجربه و به دانش و به تحقیق و به علم شاهد بر این هستیم که زنان در سختی و مشکلات معمولاً سعی میکنن مشکلاتشون رو با دیگران در میون بذارن و به رأی بیاورن و مشورت کنن و در مسیر مشورت بتونن رفع مشکل رو پیدا کنن، اما مردا برخلاف هستن. مردا در زمان مشکلات و سختی ها سعی میکنن که آنچه را که به عنوان مشکلات و سختی ها هست در خفا فکر کنن، اندیشه کنن و فقط به فکر رفع مشکل باشن بیشتر از این که بخوان عنوان کنن که هر دو کار درستی میکنن. اما توی یک جایگاه درست چنین یونیک بودن و اختلاف بودن بین زن و مرد در اندیشهشون برای رفع مشکلات، این باور و آنچه را که به عنوان دانستنی در ذهن من قرار میگیره میتونه به من کمک کنه که بتونم برخورد درستی با مخاطبین خودم داشته باشم و قبل از اینکه تصمیم بگیرم سخن بگم، عملی رو انجام بدم، با درک درست اون موقعیت رو تو یک جایگاهی قرار بدم که میتونه درست باشه. با آگاهی و شناخت نسبت به مخاطب و طرفی که در برابر من است، تا بتونم بهتر وفادار باشم و بهتر مطابق وعده های خودم بایستم. بنابراین قبل از این که بخواهیم با دلسوزی، با رحمتمون، با محبتمون، با یاریمون، با دلداریمون برای کسانی که ادعا داریم که دوستشون داریم، عاشقشون هستیم، بهتر هست که نسبت به اونها این آگاهی رو پیدا کنیم. از این رو هستش تمام مشاورین خانواده با آگاهی که دارن به دختر و پسران و زنان و مردانی که قصد ازدواج دارن در ابتدا میگن جنس مخالفت رو بشناس، ببین با چه موقعیتی روبرو هستی، با مریخیا یا با ونوسیا. ونوسیا رو بشناسیم، مریخیا رو هم بشناسیم که کاملا یونیک هستن اما کامل کننده هم میتونن باشن برای یک زندگی خوب، و همین گونه نیز ما میتونیم برای رابطه هامون نیز این موقعیت رو داشته باشیم. لئوناردو داوینچی میگه عشق سرشار در صورتی به وجود میآید که از آنچه دوست دارید آگاهی فراوان داشته باشید. تمرکزمون رو بذاریم. کیا رو دوستشون داریم؟ بچه‌مونن، همسرمونن، همسایه‌مون هستن. آیا حقیقتاً اونها رو میشناسیم؟ آیا این آگاهی رو داریم که بعد از یک دوران عشق و محبت و صلح به یک کدورت، به یک سوء تفاهم رسید، بدونیم چگونه میتوانیم رفع اون مشکل رو کنیم؟ اگر یادمون باشه هفته گذشته در رابطه با محبت فرمول خ نسبت به خودم، خانوادم، خلق خدا و خدا از مرقس 12 استفاده کردیم، 28 الی 31. آیات بعدی نیز اشاره به همین داره میکنه، کلام خداوند که براتون میخونم، که در اصل تکیه بر همون ادراک انسان نسبت به مخاطبش هست. اعلام میکنه مرقس 12:33 و او را، یعنی خدا، و او را به تمامی دل، یعنی درک درست، ادراک درست، شناخت درست و تمامی فهم و تمامی، بازم اینجا اشاره به درک، و تمامی نفس و تمامی قوت محبت نمودن. یعنی از 4 تا کاملیت داره استفاده میکنه نسبت به
ذهنیتت، احساست، اندیشه و ادراکت و خواسته های خودت که چقدر خودتو دوست داری، میباید خدا رو دوست داشته باشی و همسایه خود را مثل خود محبت نمودن از همه قربانی های سوختنی و هدایا افضل‌تر است. از همه این که قربونت برم عزیزتم، نوکرتم، چاکرتم، I love you. میگه وقتی به عمل میرسه بهتره، اونها خوبه بگید، لازمه، اما از اون بهتر هست اگه درک بکنیم شخص مخاطبمون رو. اما زمانی که این ادراک رو نداریم نسبت به شخص مخاطب، هرچند صبح تا شب برای شعر بخونیم، شاید نتونیم رفع اون مشکل حقیقی که بین ما و اون هست رو انجام بدیم. ادراک باعث میشه که دو تا نقطه ضعف از زندگی و فکر و احساس ما دور بشه. نقطه اول، صداهای منفی و بیرونی مانند شایعات، چیزایی که میشنوید نسبت به کسی که دوستش دارید، نسبت به شخصیت سیاسی، نسبت به رهبرتون، نسبت به همسرتون که از بیرون میاد آسیب میزنه، و نیز صداهای منفی درونی که احساسات اشتباه هست و باعث خواهد شد که این فریب در من ایجاد بشه. حتی گاهی تجربیات تلخ ما نسبت به گذشته دلیلی خواهد شد که من متاسفانه در شرایطی قرار بگیرم که با دلایل کاذب از اون حقیقت و از اون عشق دور بشم. و میبینیم که شعرها، داستانها این نوشته شده که نسبت به عشق چقدر مردم ناامیدن. حتی شعرهای ما گاهی اشعاری رو میگن نسبت به عشق آزرده دل شدن، و علت اصلیش این نیست که اون عشق اشتباه بوده. خیر، ادراک نسبت به اون عشق، درک درست نسبت به اون عشق اشتباه بوده. در کتاب هوشع ما میخوانیم که خداوند اعلام میکنه قوم من از عدم شناخت من هلاک شدن. چیز دیگه رو نمیگه، میگه خوب برا نشناختن، رویایی که برای اونها داشتم رو براشون مفهوم نشد، هدف اصلی خلقت براشون مفهوم نشد، علت ازدواج رو خوب درک نکردن، علت دوستی ها رو خوب درک نکردن، علت اینکه احتیاج به همسایه داریم رو خوب درک نکردن، و این دلیل اصلی جدایی ها هست و این دلیلی هستش که اجازه نمیدیم که رفع مشکلات نیز بشه. شاعری میگه قصه عثمان، میگه اعلام میکنه عشق قصه ای نیست که با یکی بودن و یکی نبودن آغاز بشه. عشق کلاغی بود که هرگز به خونش نرسید. وقتی افراد ناامید میشن تصویر اشتباهی نیز از عشق دارن. و شاعر دیگه اعلام میکنه درد عشق کشیدم که مپرس، زهر عشق کشیدم که مپرس. و اون لذت عشق رو ما میبینیم افراد ندارن. اما رومیان 1:20-23 رو براتون میخونم از شریف، که اگر حتی تصویر ما از خدا نسبت به خدا اون ادراک درست نباشه، آنچرا که میبینیم، آنچرا که تجربه میکنیم، اون نیز نمیتونه به ما کمک کنه که ما حتی عاشق خدا باشیم. نویسنده پولس رسول اعلام میکنه از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشخص و مشاهده است، که میشه دید اون رو، و از این رو آنها ابتدا عذری ندارن، اگرچه آنها، منظور کسایی که خدا رو منکر میشن، اگرچه آنها خدا را نشناختند، ولی آن طوری که شایسته اوست از او تکریم و شکر نکردند. در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقص آنها، یعنی عدم درک اونها، هرگز قصد اهانت نیست اینجا، توهین نیستش، چون عدم درکی هستش که اینجا برای کسایی که دارن میبینن، طبیعت زیبا رو دارن میبینن، آنچه که خدا آفریده در جهان دارن میبینن، موقعیت خود انسان رو دارن میبینن،
سیستم مغزی انسان که هنوز کاملا کشف نشده، کهکشانات که در جهان هست رو میبینن، اما درک درستی از این ندارن که آنچه که آفریده شده میباید یک موجودی ماورای هوش انسان و قدرت و توانایی انسان اون رو آفریده باشه. اعلام میکنه افکارشان کاملا پوچ کشته و عقل ناقص آنها تیره شده است، در حالی که ادعای حکمت میکنن نشان میدن که نادان هستن. در اصل اون درک درست رو از آنچه که هست ندارن. حافظ نیز زیبا میگه به آنچه که خداوند در جهان آفریده با عشق. اعلام میکنه از ازل پرتوی حسنش ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. اگر جهانی رو که خداوند آفریده به این زیبایی، با درک درست که خدا جهان رو برای چی آفریده، برای انسانی آفرید که شکل او بشه و کامل بشه، آیا موجودی بر روی کره زمین هست مانند انسان باشه و دارای هوش باشه و بتواند آنچه را که انسان انجام میده، اختراع میکنه، تفکر میکنه، اندیشه میکنه، در این بود قدم برداره؟ و اگر نیست، این رو ما ایمان داریم و مطمئن هستیم نه تنها کلام خدا بگه، بلکه مطمئن هستیم که خداوند مطابق فیضش ما رو آفریده و این جهان رو برای ما نیز آفریده. پس دو تا مسیر هست: یا انسان میتواند تحقیق کنه تا درک درست داشته باشه نسبت به رابطه هاش، همون گونه که درک درست داشته باشه نسبت به آنچه که خدا آفریده و برای او آفریده، هم میتونه توکل به خدا کنه، همون گونه کلام خداوند میگه مانند کودکان باشیم و خودمون رو به خدا بسپاریم. میتونیم ما کاملا خودمون رو به خدا بسپاریم و اجازه ندیم که احساسات منفی و نگاتیو وجود ما رو دربر بگیره و باعث این بشه که به جای آرامش و عشق و امنیت، از این به بعد ابزار من برای مخاطبم، برای رفع مشکلاتم کینه و نفرت باشه، دزدی و قتل باشه و نیز آنچرا که باعث آسیب من خواهد شد نسبت به یک رابطه. در انجیل متی 15:19-20 میخونیم که اعلام میکنه نسبت به آن کسی که در دلش برای ادراک موضوعاتی که اطرافش هست و دلیلی میشه برای عمل کرد با اون درک، آیا میتونه این درست باشه و این درست نباشه، مسیح نیز اینگونه اعلام میکنه: زیرا که از دل برمی آید هر نوع احساس، هر نوع اندیشه و هر نوع عمل کرده من، خیالات بد و قتلها و زناها و فسقها و دزدیها و شهادت دروغ و کفرها، اینها هست که انسان را نجس می سازد. یعنی از اون کادر درست هدف خلقت دور می کنه. لیکن خوردن به دستهای ناشایسته انسان را نجس نمی کنه. پس عملی که من انجام می دم نسبت به زندگی پاکم، اگر با یک ادراک درست باشه نسبت به کسی دوستش دارم، کسی رابطه دارم با اون، تو یک استاندارد ادراک درست باشه، 100%، هرچند نتونم تا اون جایی که لازم هست پیش برم برای رضایت این دوستی و این عشق، اما اون بهتر از این هستش که من با افکار و احساسات اشتباه با اون شخص روبرو بشم. سال بعدی ما میتونه این باشه: چگونه میتوان صحت ادراک خود را دریابیم و آن را تقویت کنیم برای ایجاد امنیت و آرامش بین آنانی که با ما در رابطه هستن؟ توی بروشوراتون این نکات نیست، اما اگر مایل هستید میتونید بنویسید. آیا همه بروشور دارن؟ اونا که بروشور ندارن دستا بره بالا تا بعضیان بروشور بدن. اولین نکته که برای یک رابطه عاشقانه و درست نسبت به ادراک ما میباشد این هست که بتوانیم از کلام خداوند خوب تغذیه بشیم. این کلام برای چی به ما داده شده؟ این کلام به ما داده شد تا هویت و ماهیت خودمون رو بشناسیم. در این کتاب این انسان هست که مقدس هست. در این کلام، در کنار اینکه خدای حقیقی و ذات خدا و محبت خدا رو معرفی میکنه، من و شما رو داره معرفی میکنه. و اینکه چه نوع زندگی داشته باشیم،
که در این مسیر زندگی به اون آرامش و امنیت نیز برسیم. مزمور 119-130 اعلام میکنه درک تعلیم تو ذهن آدمی را روشن میکند، تمام آنچه را که مخفی هست باز میکنه و ساده دلان را حکیم میسازد. کسایی مانند شما عزیزان خیلی کار داشتید، میتونستید امروز به خیلی از کاراتون برسید، اما به خانه خدا آمدید. خیلی از شما عزیزان حتی مشکلی هم شاید نداشتید، آمدید خانه خدا. اگر من به شما عزیزان بگم برای چه موضوعی میخوام براتون بخواید براتون دعا کنم، میگید هیچی، دعای برکت بکنید. یعنی مشکلی نیستش که شماها رو مشغول کرده باشه، نگران کرده باشه. به عشق خدا آمده اید و کاملا درک کردید انجیل متی 5:48 که کامل شویم همچون خدای پدر. پس میاییم اینجا از روح خدا پر بشیم، در پرستش تراپی بشیم، آروم بشیم، کلام خدا رو بشنویم و در این مسیح این ادراک سالم رو داشته باشیم نسبت به آنچه که درست هست انجام بدیم. پس نکته اول به توسط کلام خدا، نکته دوم به توسط دعا. مزمور 119-189 تفسیریشو براتون میخونم. اعلام میکنه خداوندان ناله و زاری مرا بشنو و مطابق وعده‌ات به من فهم، یعنی ادراک و دانش عطا کن تا مبادا توی اشتباهات، توی موقعیت‌های سخت قرار بگیرم. اکثر انسان‌ها بر اثر ندانمکاری، خیلی ساده، بر اثر عدم آگاهی نسبت به زندگیشون و آنچه را که میخوان و اینکه چگونه رفع مشکلاتشون رو بکنن، میگن این تقدیر ما هست، عذر میخوام بدبخت باشیم. این تقدیر ما هستش که ما انسانهایی باشیم که همیشه توی مشکلات باشیم. حتی خانواده همون هم اینجوری بودن، والدین ما اینجوری بودن. ما نمیدیم چه لعنتی در زندگی ما هست. ما ایمان داریم در مسیح خلقتی تازه است. آمین. اگر چیزهایی هم در گذشته بوده به عنوان لعنت، همه چیز تموم شده. اینک در مسیح همه چیز به نیکویی نیز هست. شاعری اعلام میکنه الهی وادی درد و بلایم، فقط تنها توی مشکل گشایم، به غیر تو ندارم من پناهی، اجابت کن به لطف خیش دعایم. اگر من این عشق رو دارم، اگر من این اعتماد رو دارم که خداوند میتونه من رو یاری بده، دیگه نمیپذیرم تقدیر من بد بوده، شرایط من بد بوده، خیر تحقیقات من بد بوده، تمرکز من نسبت مسائل کم بوده، عدم شناخت من نسبت به مخاطبم، همسرم، بچم کم و ضعیف بوده و نتوانستم این رابطه عاشقانه رو، رابطه اون عاشقانه نخستین رو تا به امروز پایدار نگه دارم. باز اندیشمندی اعلام میکنه مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم میریزند و از آنها قولی به وجود میآورند که نامش تقدیر هست، اما حقیقت نداره آنچرا که هست. نکته سوم به توسط مسیح. چگونه به توسط مسیح؟ در کلام خداوند آنچرا که به عنوان برخورد مسیح با مخاطبینش بود، با دشمنانش بود، با کسایی بود که اونا آزار میدادن و کسایی که اونا تشویق میکردن، چگونه بود؟ از مسیح باید بیاموزیم. از این رو از کلام رو باید پیوسته بخونیم و نیز مطابق آنچه که در کلام از عیسی مسیح آمده من باید بیاموزم. بعد از کلام، بعد از دعا، زندگی مسیح نمونه هستش. در انجیل یوحنا 3:16 اعلام میکنه زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. چقدر؟ قبلا هم عرض کردم چقدر محبت نمود؟ چند متر؟ از اینجا تا ایران؟ از اینجا تا آسمان؟ 77 بار رقم کامل. اینقدر یعنی با درک درست، یعنی رسول رو فهمید، رسول رو درک کرد، دید رسول خدا رو دوست داره. مشکل رسول اینه که خدا رو نمیشناسه. خدا منو درک کرد ولی من خدا رو درک نمی کردم، من خدا رو خوب نمیشناختم. من فکر میکردم با اعمال و رفتار مذهبیم باید به خدا نزدیک بشم. فکر میکردم انسانها این هستن روی کره زمین، اینها نجسن، با کشتن اینها من به خدا میرسم و وارد بهش میشم. و خدا منو درک کرد که من نمیفهمم و برای همین روی صلیب گفت ای خدای پدر از گناه اینان بگذر زیرا اینان نمیدانند، یعنی نمیفهمند. و چون منو درک کرد میگه اینقدر،
اون قدری که تو رو درک کردم رسول، و تک تک ما رو توی جایگاهمون خداوند ما رو درک کرده. و این فرمولی نیست از کلام خدا که بگیم مسیح گفت 2000 سال پیش تموم شد. خیر، ما با این آیه باید زندگی کنیم در رابطه هامون. زیرا خدا اینقدر جهان را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هر کی عاشق او بشه، حالا هر کی مسیح رو درک کنه، کار مسیح را روی صلیب درک کنه. اوایل ایمانم بود، خب بازیگوشی زیاد میکردم و سعی میکردم با معلمم بحث کنم، اگر برفر سر موضوعی که درش اسیر بودم به نام گناه، میگفتم به معلمم اینقدر سخت نگی، ما موقعی که مسلمون بودیم این کارا میکردیم، حالا که دیگه مسیحی شدیم که دیگه آزادتر هستیم دیگه، تموم شد. و همش بحث میکردم، اما این به توسط روح القدس بود. روح القدس که با من بحث نکرد، روح القدس که در من بود منو تحمل کرد، اونجایی که لازم بود دست منو میگیره، میگفت رسول نگاه کن، داری دوباره میری توی مسیر هلاکت. با درکی که روح القدس نسبت به زندگی من داشت باعث شد که من نجات پیدا کنم. حالا امروز کسایی که توی خانوادت هستن، کسایی که توی کلیسای تو هستن، کسایی که توی مدرسه‌ت هستن، محل کارت هستن، آیا اینقدر دوستشون داری؟ اینقدر درکشون میکنی باشون برخورد کنی؟ و یا نه؟ فقط اینگونه فکر میکنی که میباید در برابر بدی بدی کنم، در برابر خوبی خوبی کنم؟ اگر اینقدر درک درست داشته باشم، مسلم بدونم که یک برخورد خوبی خواهد شد، همون گونه که مسیح 2000 سال پیش به خاطر گناهان ما روی صلیب رفت و نیز باعث نجات ما شد، ما نیز میتونیم با فیض خداوند شخص مخاطبمون رو نجات بدیم در مسیر صلح. بس اعلام میکنه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاوید یابد. و این ادراک فقط میدونیم به توسط روح القدس هست، بر ما هست. باز در اول یوحنا 3:16 میخونیم، اعلام میکنه ما معنی محبت را درک کرده ایم. یوحنا میگه زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد، پس ما نیز میباید جان خود را در راه یکدیگر فدا کنیم. پس این فقط اینجا تموم نمیشه، عیسی مسیح روی صلیب به خاطر گناهان ما مرد، بعد از این من هستم و شما هستید که نسبت به مخاطبیمون، آنانی که در کنار ما هستن، اطراف ما هستن، نقطه ضعفشون رو میبینیم، مشکلاتشون رو میبینیم، تا به پای صلیب اونها رو تحمل کنیم. اگر تا به پای صلیب اونها رو تحمل بکنیم، هرچند سخت هست، ولی مطمئن باشید که کمک ما خواهد کرد. مسلما شاید این سوال برای همه ما پیش بیاد که ما خیلی ها رو محبت کردیم، در کناری که اونها رو محبت کردیم، ولی اونها بازم ما رو آزار دادن، بازم غیبت کردن، بازم آسیب به ما رسوندن و اجازه ندادن که این سوء تفاهم ها از بین بره. 4 نکته هست، 3 نکتهشو گفتم، لطفاً یادم بندازید که نکته 4 بگم، چون نمیخوام فقط اینجا یک واعظ بوده باشم. آنچه که دارم خدمتتون عرض میکنم هرگز توی برنامه موعظم نبوده، اما الان هدایت دارم میشم این گونه با شما عزیزان صحبت کنم. همه ما که به مسیح ایمان میآوریم، آیا غیر از این هست که عیسی مسیح به ما گفت چی با خودتون ببرید؟ خب صلیب یعنی چی؟ صلیب یعنی که من توی یک جفا قرار میگم، توی مشکل قرار میگم، توی سختی قرار میگیرم، اینو تحمل کنم مانند خود عیسی مسیح، درسته؟ لعنت و توف و هر چی، حرفای بد و این صلیبم دارم با خودم دارم. خب اینجا که کشور آزادیه که، کدوم صلیب؟ چه صلیبی؟ شما صلیب دارید؟ کدوم شما رو دولت آمریکا میبره به خاطر عقیده و باورتون زندان؟ کدوم ما اینجا شکنجه میشیم؟ کدوم ما اینجا تهدید میشیم؟ من تهدید میشم البته، ولی تهدیدات بیشتر از طرف ایران هستش و شاید بعضی از بیخردان فالانژ اسلامی هستن که اینجا گاهی ما رو تهدید میکنن. اما اینجا آزادی خودمون رو داریم. اینجا چه صلیبی ما داریم؟ صلیب ما چیه؟ صلیب ما همین خدمتمون هست، همین ایمانمون هست که نباید انکارش کنی، منکر ایمانت نباید بشی. وقتی که منکر ایمانت نمیشی، این رو بدون که سختی ها و مشکلات میاد،
به طور خاص عزیزان، کلیسای پرستان مسیح تصمیم جدی گرفته. شما از اسم این کلیسا متوجه میشید. این رو دارم عرض میکنم خدمتتون که تصور نکنیم حالا کشیش رسول میخواد در رابطه با محبت صحبت کنه، حالا موقعیت ادراک انسانی رو داره توضیح میده، اما خودت بعد رسول اگه بودی کسی پشت میداد، کسی به تو تهمت میزد، چه کار میکردی؟ اگه تو خودت تو سختی ها بودی چه کار میکردی؟ من تو این شرایط الان هستم، نه الان، از زمانی که مسیح ایمان آوردم هستم، همون گونه که شما عزیزان هستید. اما هر کدوم توی جایگاهی، از خود ایران تهدیدات شروع شد و خود ایران بود که خدا با قلب من صحبت کرد به اتفاق همسرم از ایران بیایم بیرون و بتونیم اینجا تعلیم بگیریم و هنوزم دارم تعلیم میگیرم در کنار شما عزیزان تا بتونیم به فیض خدا خدمتمون رو توی ایران به کمال برسونیم. جایگاه ایستادیم که ایستادیم به فیض خداوند برای نجات هموطنان عزیزمون که توی لس آنجلس هستن و اگر خدا به ما برکت بده هر نوع خدمتی بتونیم برای اونها انجام بدیم در کنار خادمین. در جایگاهی هستیم که برای آزادی مملکتمون ایران روی یک اصول درست کتاب مقدسی و با عشق و محبت برای ایران نیز ایستادیم که ایران در نام عیسی مسیح آزاد بشه و آنچه را که به عنوان دولت اجنبی اسلامی هست در نام عیسی مسیح سرنگون بشه. به ندرت هستن افراد کشیش باشن از این سخنان میگن. پس روی ما حمله هست، روی ما فشار هست، حملات میشه، جفاها هستش روی ما. ما چه کار باید بکنیم؟ اولین کار همون گونه که اول عرض کردم خدمتتون، من یونیک هم نسبت به شماها، درسته؟ شما را یونیک بدونم. وقتی شماها رو متفاوت میدونم، پس هیچ انتظاری ندارم از اینکه شماها آن گونه که من فکر میکنم فکر بکنید. شما آزادی خودتون رو دارید. همدیگر رو اذیت نمیکنیم، تحت آزار قرار نمیدیم. حتی اگر کسی به من تهمت بزنه، من مطابق کلام خداوند که اعلام میکنه، باید اون رو ببخشم. هیچ راه دیگه ای من ندارم برای غیر از این. میباید اون شخص رو ببخشم. اما میخوام بریم با همدیگه. تا اینجا من این کلام رو ادامه بروشوراتون داشته باشید برای هفته، برای دو هفته دیگه. هفته دیگه عشای ربانی داریم، تشویقتون میکنم با ما باشید، گواهی خواهیم شنید و مراسم عشای ربانی خواهیم داشت. اما لطفا این چراغای وسط رو روشن کنید، ممنون میشم. در اول یوحنا 2:29 میگه اگر درک کرده اید که مسیح کاملا نیک است. آمین. ایمان داریم به این؟ عیسی مسیح کاملا نیک است. هاللویا، باعث نجات ما شده. اگر درک کرده اید که مسیح کاملا نیک است، باید این حقیقت را نیز بدانید که هر که نیکی کند فرزند خداست. آمین. پس ما راه دیگه ای نداریم. یک مثال قدیمی میگه اگه نمیتونی گاز بگیری دندونتو نشون نده. ما نمیتونیم گاز بگیریم. طبیعت ما دیگه عشق و محبته. انتظار نداشته باشید اگر پشت کشیش رسول سخنانی مانند دوز و تهمت‌های دیگه میزنن، منم مانند اونها برخورد کنم. هاشا که هرگز این کارو نمیکنم. چون سرور من این کارو نکرد، چرا من باید این کارو بکنم؟ چون قراره من شکل مسیح عمل کنم. یه سوالی از همتون دارم. صادقانه بگیم، تعارف نکنیم. ارزش من خیلی بالاست یا ارزش عیسی مسیح؟ ممنون، یه دست بزن. هاللویا، آمین. آیا پتروس که 3.5 سال با عیسی مسیح زندگی کرد، راه رفت، خوابید باش، خورد، بلند شد، معجزاتش رو هر روز میدید، اونو لمس میکرد، سخنان اون رو درک میکرد، اون به مسیح نزدیکتر بود یا من یا شماها؟ اون نزدیکتر بود، چون 3.5 سال پتروس و رسولان کاملا با مسیح بودن. اما همین پتروس عیسی مسیح رو انکار کرد. 3 بار انکار کرد. میدونی چرا 3 بار انکار کرد؟ چون قرار گذاشت. اگر اون قرار رو نمیذاشت شاید بازم انکارش میکرد. این قراری که مسیح گذاشت یادآوری بود. گفت یادت نره تا بانک خروس تو منو 3 بار منکر خواهی شد. پس اگر پتروس که اونقدر مسیح رو میشناخت و مسیح که خداوند و سرور او بود
اون رو انکار کرد و عیسی مسیح نیز روی صلیب گفت خدای پدر گناه اینان بگذر، زیرا اینان نمیدانند من کی هستم. هیچ انتظاری از شما عزیزان و دیگران ندارم. اگر عزیزانی بودن اومدن توی کلیسا، من بشارت دادم، دیگران بشارت دادن، شاگرد شدن، بلند شدن، رهبر حتی شدن، خادمین خوب کلیسا شدن، یک روزی بودن، حالا رفتن از کلیسا بیرون و تهمت میزنن به من، تعجب نکنید. یه دفعه میگی واه چی شد؟ تعجب نکنید. به یاد بیارید نیکویی هایی که شبانتون توی کلیسا انجام داده براتون. به حرفا نگاه نکنید چون آسیب میزنه. چرا در ناصریه عیسی مسیح میگه نتوانست معجزه کنه؟ نه اینکه قادر نبود، قادر بود، از بس که شایعات اونجا بود. اونقدر شایعات توی ناصریه بر علیه مسیح بود که کسی باور نداشت. برای همین مسیح گفت نبی در شهر خود حرمت نداره. و ما میدونیم الان از ایران مردم زمان حداقل هفته 100 با 100 تا تلفن از ایران دارم، حداقل دارم، و توی این 100 تا حداقل 20 تاشون گواهی میدن که کلیسای پرستان مسیح، نه رسول، ما یه تیم هستیم، همه با همیم، دعا کردید ما شفا گرفتیم، رفع مشکلمون شد، و مردم قلبشون رو دارن به مسیح میدن. و این کار خداوند هست. نگاه به کار مسیح و کار خداوند کنیم. اگر امروز به سخنان شایعاتی که بر علیه کشیشتون، مدیرتون، رهبرتون، هر کسی هست به راحتی قبول میکنی، اینو بدون شیطان راهی رو باز میکنه که تو رو با دوستان و همسرت حتی به هم بزنه. چرا اجازه میدیم که این احساسات اشتباه بر ما باشه؟ 9 سال پیش، بیشتر شده، الان وارد 10 سال هستیم، اینو با هدایت خدا دارم خدمتتون عرض میکنم، برای همین قطع کردم. وقتی با ایبادی کلیسای آمریکایی شدم، پاستر توری عزیز که شرایط دستگذاری من رو آماده کرد، واعظی از اتریش اومده بود و داشت موعظه میکرد. ایشون وقتی داشت موعظه میکرد، من راستیتش گوشم رو از روی موعظه برداشتم و رفتم وسط اون صندلی ها زانو زدم، داشتم دعا میکردم، چون تو شرایط خیلی سختی بودیم، نمیستم باید چه کار کنم برای ادامه خدمتم. و خدا با قلبم صحبت کرد که رسول، شرایط و موقعیت زندگی تو مانند جد اون هست. و روزها بود خدا اینو به من صحبت میکرد و هرگز فکر نکن به غیر از من باید به انسان و یا موجودیتی تو توکل کنی. پیام من برای تو کتاب 7 باب 7 آیه 7 هست. کتاب 7 در اصل کتاب داوران هست، باب 7 درباره جدعون هست و آیه 7 آیه هستش که جدعون 32,000 نفر رو میاره بیرون برای اینکه بتونه اسرائیل رو نجات بده از اون همه بیدادگری. جدعون یه شخصیتی بود، هم عملکرد سیاسی کرد عزیزان و هم عملکرد کتاب مقدسی برای نجات قومش انجام داد، چون بت‌های رو شکوند، بت بعل رو شکوند. در اصل وقتی اون بت رو شکوند، یک کاری که در برابر دولت اون موقعیت ایستاد، در مقابل هیئتی ایستاد که برخلاف او بودن، دو تا بت رو شکوند و نیز برای رهایی مردمش نیز اقدام کرد. اما بریم با هم دیگه، مقدار طولانی فکر میکنم باشه، تو هر مقدار شد این آیات رو بشنویم، تمرکزمون رو بدیم. حالا چرا من این رو میخوام عنوان کنم؟ اگر یک ایماندار، فرزند خدا، رویا داشته باشه، آیا رویا داری برای مسیح یا نه؟ اگه نداری امروز دعا کن خدا به تو رویا بده. اگه فرزند خدا هستی باید رویا داشته باشی. چگونه فرزند خدا شدی؟ تعمید گرفتی. چگونه فرزند خدا شدی؟ کلام خدا میگه از روح من پر شد، از روح القدس. همین گونه یک فرزند خدا رویا داره، ویژن داره برای ملکوت خدا. اگر رویا داشته باشیم، اگر ویژن داشته باشیم، هرگز اجازه نمیدیم تهمت ها، زندان ها، حتی تهدید به مرگ شما رو خسته کنه، خشمین و عصبی بکنه و عکس العمل تند و بدی رو داشته باشیم نسبت به مخالفین و مخاطبینمون. عزیزان، هر کسی تو هر شرایطی میخواد باشه، ما فرزند خدا هستیم، فرزند خدا رویا داره. آمین. بفهم خوش من صدا رو بیشتر کنیم. زمان با تمامی قوم که با وی بودند، صبح زود برخواسته نزد چشمه حرود اردو زدند
و اردوی مدیان به شمال ایشان نزد کوه موره در وادی بود. خب 32,000 نفر جدعون از قوم اسرائیل حرکت داده. حالا دارن میرن با دشمنان اسرائیل بجنگن. شما میدونید همه ما کارمون این هست؟ شما میدونید با بدیهایی که تو این دنیا هست قرار هست ما طوری روبرو بشیم؟ نه که ما بجنگیم، خدا میجنگه. قرار نیست ما بجنگیم و مواظب باشیم، خدا میجنگه. اما این بدیها رو قرار هست با فیض خداوند ما بتونیم به خیریت تبدیل کنیم. بله. و خداوند به جدعون گفت قومی که با تو هستند زیاده از آنند که مدیان را به دست ایشان تسلیم نمایم. مبادا اسرائیل بر من فخر نموده بگویند که دست ما را نجات داد. بله. مردان خدا و زنان ایمان در طول کتاب مقدس و تا به امروز مردان و زنان تنها بودن. این گونه نیستش که شما فکر کنید. حالا نگاه نکنید 4-5 تا کشیش توی آمریکا هست، خدا رو شکر به فیض خداوند جمعیت زیادی رو دارن جمع میکنن. اما مردانی که میستن برای کار خداوند، برای اراده خداوند، معمولا تنها هستن. چرا؟ همونطور که مسیح تنها بود. خیلی ها با مسیح بودن، اما همراه بودن، ولی باش هم فکر نبودن. برای همین بود که وقتی مسیح صحبت کرد میگه 70 رفتن، رو کرد به اون 12 نفر گفت خب شما هم برید. ولی اونها پتروس در اومد گفت کجا بریم؟ چرا که کلام حیات بخش نزد تو هستش. اونها درک کردن مسیح رو، چون هم با مسیح همراه بودن، به غیر از اسقریوتی هم فکر بودن. اون با مسیح همراه بود ولی هم فکر نبودش. بله. پس الان به گوش قوم ندا کرده بگو هر کس که ترسان و هراسان باشد از کوه جلعاد برگشته روانه شود. و 22,000 نفر از قوم برگشتند و 10,000 باقی ماندند. پس گفت ترسواش برن، هر کی میترسه برن. چرا ما میترسیم؟ باز علتش اینه که من درک درست نسبت به رویا و ویژن خدا ندارم. اگر من درک درست داشته باشم نسبت به هدف خدا، هرگز نمیترسم، صفر میایستم. شما فکر کنید یه نفر که اصلا هواپیما سوار نشده، شما حتی به این 1,000,000 هم بدید، شاید دفعه اول اصلا هیچ این تکنولوژی رو نمیشناسه، میترسه سوار یک موقعیتی بشه که وارد روی آسمان، خواهد ترسید. اما کسی که این آگاهی رو داره نمیترسه. پولم بهش ندید میگه بلیط هواپیما چقدر گرون شده، حاضر مجانی بره. بله. و خداوند به جدعون گفت باز هم قوم زیادن، ایشان را نزد آب بیاور تا ایشان را آنجا برای تو بیازمایم، و هر که به تو گویم این با تو برود، او همراه تو خواهد رفت، و هر که به تو گویم این با تو نرود، او نخواهد رفت. و چون قوم را نزد آب آورده بود، خداوند به جدعون گفت هر که آب را به زبان خود بنوشد چنان که سگ می نوشد، او را تنها بگذار. مسلماً جدعون خیلی ترسیده. یعنی ما اگر خودمون رو جای جدعون بذاریم که 32,000 نفر با ما بودن و لشکر مجهز هستن و قادر هستن که اسرائیل رو، لشکر اسرائیل رو از بین ببرن، حالا همه اینا دارن کم میشن. یعقوب زمانی که به فرعون میرسه، فرعون بهش میگه که به من بگو ایام عمر تو چقدره. میدونید یعقوب چی میگه؟ یعقوب میگه ایام قربت من 130 ساله. ایام قربتشو میگه. تو فرزند خدا هستی، روی زمین شیطان سلطنت میکنه، دلت نگیره اگه اذیت میشی، بیست برای رویا. رویا نداری، رویا رو بگیر. اگر به این کلیسا تشریف میاری اینو بدون، رویای این کلیسا مال تو هستش. دست به دست بده به خادمین و کنار جدعون بایستید. خدا زندگی منو مانند جدعون ورق زده. بایستید خواهش میکنم. انسان جدعونم، اشتباه میکنه، گناه میکنه، خود ستایی نمیکنم. بایستید کنار خادمین و این رویا رو داشته باشید برای آزادی افکار و دل و احساسات خسته ایرانی ها، که اونها وجودشون پر از شادی و آرامش بشه و نجات پیدا کنه روحشون، و برای آزادی کشور ما ایران. قرار نیست ما بجنگیم، ما نمی جنگیم. ما قرار نیست بجنگیم عزیزان، کار ما جنگ نیست، خدا برای ما می جنگه. جنگ ما در دعاست و در دلیری ایستادن کنار هم در همین اتحاد. بله. و همچنین هر که بر زانوی خود خم شده بنوشد. و عدد آنانی که دست به دهان آورده نوشیدن 300 نفر بود، و جمعی بقیه قوم بر زانوی خود خم شده
آب نوشیدن. و خداوند به جدعون گفت به این 300 نفر که به کف نوشیدن شما را نجات میدهم. واو، من دیدم جدعون واقعا تو اون حالت چه حالتی شده. من که بودم فرار میکردم میرفتم. من واقعا خدا مثل جدعون میبینم. باور کنید هر بار خدا با قلبم صحبت کرده شک کردم. الان رو نمیگم ولی در گذشته خیلی شک میکردم، همش تستش میکردم، مانند جدعون که همش خدا رو تست کرد. متاسفانه منم از این کارا زیاد کردم. انسان هستیم دیگه، این گونه آفریده شدیم، چرا که میترسیم که از بمیریم. ولی وقتی عاشق هستی، وقتی خدا رو درک میکنی، وقتی خدا رو میشناسی، حتی حاضری جانت رو نیز بدی. شاعر این گونه میگه: گر محبت ثمرش سوختن و ساختن است، یا به دنبال محبت سر خود باختن است، من به میدان رفاقت کنم گذرم از سر خیش، تا بدانی که این حاصل دوست داشتن است. اگه مسیح برای من و تو ایستاد تا این عشق امروز ما بده، این امید رو به ما بده، ما نیز باید برای همدیگه بایستیم، همونه که کلام خدا میگه. و اونجا هستش که محبت ثمره میده. ثمرش توی غلاطیان هستش. میتونم بشنوم؟ غلاطیان 5:22. صبر، صبر به تو میده، بله؟ محبت به تو میده. بردباری، فروتنی، خویشتنداری، دیگه جان آرامش بهت میده. همه اینا رو بهت میگه زندگی سالمی داشته باشی. و کینه و نفرت بهت نمیده. انتقام جویی رو به ما نخواهد داد. چرا که ایمان داریم خداست که برای ما خواهد جنگید. بله؟ و مدیان را به دست تو تسلیم خواهم نمود. پس سایر قوم هر کس به جای خود بروند. پس آن گروه توشه و کرنه های خود را به دست گرفتند و هر کس را از سایر مردان اسرائیل به خیمه خود فرستاد. ولی آن 300 نفر را نگاه داشت و اردوی مدیان، یعنی کاملا همه رفتن، اون موند و 300 نفر. شنیدین میگن علی موند و حوزش، اونم جدا موند و روده خودخونه، یه 300 نفر موندش. اگر حقیقتاً ما ایمان داریم به خداوندمون عیسی مسیح و به رویایی که خدا به ما داده، هرگز نترس، هرگز نترس. چون ترس هست، عوض میخوام، خرد رو از ما میگیره، آرامش رو از تو میگیره. بیست، اونقدر بیست، بذار خدا کار کنه. مواجه نشو، عکس العمل به مثل نکن باهاش، بمون. به طور خاص خواهش میکنم اگر درباره من کسی به شما سخنی میگه، خواهش میکنم در نام عیسی مسیح ببرید به حضور خدا. من کسی تو دل من نیست که از دستش ناراحت باشم. هرگز 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 نمیتونم بیام اینجا خدا رو خدمت کنم با کینه و نفرت. وقتی پیام عشق و محبت رو میدیم باید با محبت باشیم. ولی این رو بدونیم، هوشیار باشیم. اگر ما نیکویهای کلیسای مسیح رو فراموش بکنیم و شایعات رو بچسبیم، عذر میخوام، پس پتروس هم تقریبا کار درستی کرد. چون مسیح میدونست که دیر یا زود تحت هیجانات انسانی قرار میگیره پتروس، و میدونست دیر یا زود حملات شریرم هست، روحای شریرم هست که رسولان رو دور خواهد کرد از مسیح، و این کار رو کرد. خودش هم قبلا گفته بود که گرگ حمله میکنه، چوپان رو میزنه و گوسفندان چی میشن؟ پراکنده میشن. پس هوشیار باشید، با هوشیاری بایستید نسبت به کلام خدا، شبانتون، خادمین و کلیسا و رویایی که خداوند به همه ما داده برای ایران. بله؟ و در همان شب خداوند وی را گفت برخیز و به اردو فرود بیا، زیرا که آن را به دست تو تسلیم نمودم. لکن اگر از رفتن میترسی با خادم خود فوراً به اردو برو، و چون آنچه ایشان بگویند بشنوی، بعد از آن دست تو قوی خواهد شد و به اردو فرود خواهی آمد. پس او و خادمش فوراً به کناره سلاحدارانی که در اردو بودند فرود آمدند، و اهل مدیان و امالیق و جمع. خیلی ممنون، مرسی. برای این کلام خود دست بدیم چون بسیار طولانی هستش. اگر ایمان به مسیح داریم که اون بحر گناهان ما روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد، بیست وفادارانه و مانند مسیح عمل کن. کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. امروز مسیح برای مردم دنیا کیه؟ نه
نه نه نه نه ببخشید سوالم اشتباه بود. امروز عیسی مسیح رو مردم چگونه میتونن ببینن؟ کجا میتونن ببینن؟ در من و شما میتونن ببینن. اگر اعمال و رفتار ما که امروز به عنوان مسیحیان هستیم شکل مردم دنیا باشه، مسلماً ما عیسی مسیح رو بد نشون دادیم به مردم. از این رو هستش که گاندی میگه مسیح رو دوست دارم، مسیحی‌ها رو دوست ندارم، چون نتونستن شکل و نقش مسیح رو خوب انجام بدم. ما باید زندگیمون پیامی داشته باشه برای مردم جهان. امیدوارم به کسی بر نخوره، عذر میخوام. شرط طلاق شرط خودشو داره، کاملا قابل درکه. مردی که مسئول خوب نباشه و زنی که مسئولیت خوبی را نداشته باشه، مسلما طلاق ایجاد شده از قبل. اما کلام خداوند میگه طلاق نگیرید. اگه کلام خدا میگه طلاق نگیرید، و ما داریم میبینیم متاسفانه در بین ایمانداران طلاق بسیار شده، حتی بعضی از کشیشا طلاق میگیرن. نمیخوام داوری بکنم، عرض کردم میتونه توی جایگاه خودش درست باشه، اما کلام خدا میگه طلاق نباشه. مردم دارن چی رو میبینن در مسیحیا؟ اگر قرار هست ما فقط سخن بگیم که از ما بهتر سخن بر از توی دنیا، امروز اعمال و رفتار ما هست که باید عیسی مسیح رو معرفی کنه. در غیر این صورت ما نیز فقط سخنگویان پوچی هستیم. شخصی میره مسافرت و مسافرت که برمیگرده میگه، طرف میره میشه میگه ببینم من مسافرت چی بردی برام؟ میگه هیچی، تشریف. مردم تشریف آورده، تشریفش آورده. زمنا یه دست بزنیم برای خارزینای عزیزمون زینا جان، من مسافرت اومدم. حتی زینا جان هم تشریف آوردن هم سوغاتی برامون آوردن. و پس هوشیار باشیم. امروز به عنوان فرزندان خدا بایستیم. مطلب ما متاسفانه تمام نشد، اما بریم با هم دیگه مکاشفه دو رو هم بخونیم لطفاً، آخرین آیه، و قلبم رو آماده کنیم برای اینکه تفتیش کنیم خودمون رو نسبت به هر احساس اشتباه، نسبت به هر صدای منفی اشتباه که از بیرون اومده و تو رو نسبت به دوستانت عزیزانت بدبین کرده. بله؟ دو الی پنج. می دانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمی توانی شد، و آنان را که خود را رسولان می خوانند و نیستند آزمودی. یکی از کلیسا، از هفت کلیسایی است که توی مکاشفه هست. بله. و ایشان را دروغگو یافتی و صبر داری و به خاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی. لکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کردی. دیگه میدونم کلیسا اسمش پرستان مسیحه، منو منکر نشدی رسول، و دیگران منو منکر نشدن. اسم پرستان مسیح اصلا دیگه تکلیف همه رو روشن میکنه که اینجا مسیح خداست. تعارف هم نداریم، هر کسی براش قابل درک نیست، من در خدمتشون هستم. معلمین و خادمین کلیسا میتونن این آگاهی رو بدن. ما تکلیفمون رو روشن کردیم، اما میگه محبت نخستینت رو فراموش کردی. این پیام اول برای منه و بعد برای همه ما هستش که در محبت نخستینمون نسبت به کلیسا، شعبان، خادمین، اعضای کلیسا، رهبران کلیسا، همسر، فرزندانمون وفادارانه بیستیم و باید بیاموزیم این وفاداری رو. بله؟ پس به خاطر آر که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست رو به اعمال. کجا آسیب خوردی؟ چه چیزی باعث دلسردی تو و دیگری شده؟ اونو باید شفا بدی. اگه شفا نیابیم، قبلا هم عرض کردم هر مقدار که پوزیشن خدمتی من بره بالا، هر چی بشم به درد نمیخورم. من یه جا آسیب میزنم به کلیسا، من آسیب به رابطه ها خواهم زد. پس لازم هست اگر کشیشم هستم اول شفا پیدا کنم تا در این مسیر شفا بتونم در عشق و دوستی پایدار باشم. بله؟ و اعمال نخست را به عمل آور، و الا به زودی نزد تو می آیم و چراغدانت را از مکانش نقل می کنم اگر توبه نکنی. آمین. آمین. کلیسا کلیسای مسیح است. اگر من وفادار به کلام خدا نباشم، و اگر شما عزیزان وفادار به کلام خدا نباشید، اگر زندگی شما در راستی و صداقت نباشه، در موقعیت تقدیس نباشه، اینو بدونیم به کلیسا آسیب می زنیم. هممون به کلیسا آسیب خواهیم زد. من به عنوان شبان کلیسا، اگه خادمین و رهبران اشتباه بیستن، آنها نیز اینجا کلیسای من نیست، کلیسای عیسی مسیحه. آمین. حقیقتا همه شما رو مسیح آورده. کدوم شما رو من امروز زنگ زدم اومدید؟
کدومتون رو دعوت براتون فرستادم؟ شما رو مسیح آورده، شما عاشق مسیح هستید، عشق شما رو آورده و به همین عشق نیز پایدار بمونید نسبت به همدیگه، نسبت به کلام خداوند، نسبت به رویا و ویژنی که خدا به همه ما داده. آمین. لحظه است.